رابین سلام سلام حال شما خوبه خوبی چه مرسی بگو خواستم دربارتون در من داشتم مبانی جامعه شناسی توی وبسایت میخوندم چند تا تئوری راجب اینکه جامعه چجوری تغییر میکنه خواستم ببینم باور شما در این مورد چیه که چی بود که کانفلنک یعنی مثلا یه سری افراد با هم در تلاشن که عقیده خودشونو رو ترویج بدن مثلا هر کدوم ممکنه توی دوره پیروز بشه خب بعد چیز دیگه هم چی؟ بود مثلا میگفت نخواستم بینم شما چه باوری راج راجع مورد من خیلی من نمیتونم تعداد چیزهایی که میتونه باعث باور ما توی جامعه تاثیر داره انقدر زیاده که من بعد باید... اگه بخوام الان لیستشون بکنم باید بشینم فکر کنم یعنی خب خیلی نمیدونم اونقدر تجربه ندارم که بتونم یعنی اونقدر روی این مطالعه ندارم که بتونم بیام دسته بنده بکنم چیزهایی چیزهای رو که تاثیر داره ببین انقدر فاکتوراش زیاده که به جای که تک تک فاکتورا رو بیام اسم ببریم باید بیایم این فاکتورا رو جمع بندی بکنیم هر کدومش رو بذاریم توی کتگوری خودش و بعد بیم به جنگ بیم تمام فاکتورها رو مثال بزنیم بعد بیم کاتگوریاش رو اسم ببریم من نظر من خب و اینکه این کاتگوریاش این چی هستن و من الان اونقدر تجربه دارم که بتونم مثالی بزنم اینکه این یه کاتگوریه یه کشه کاتگوری دو اینه کاتگوری سه اگه خوندی و کاتگوریاش رو میدونی الان میتونی به ما بگی من من نمیدونم میدونی از چیه؟ اصلا این حرف به نظرتون درسته ما چون انسان های مدرنیم بیشتر میفهمیم چون مثلا یعنی مثلا ذهن انسان طوریه که هرچی به جلو بگذره انسان رو میشن. میشه می از لحاظ ژنتیکی نه ولی از لحاظ اینکه از لحاظ اینکه محیط عوض شده و تو محیطی که ما الان زندگی میکنیم مغزمون بیشتر فعال نسبت به گذشته و برای همین آیکیومون بالاتره یعنی بله آیکیو انسان امروزی از آیکیو امسان مثلا 100 سال پیش یا 500 سال پیش بالاتره ولی این به خاطر این نیست که مغز ما عوض شده یعنی از از وقت ژنتیکی عوض نشدیم ولی انسانی که مثلا 500 سال پیش بود اکثرش داشته. مثلا داشت مثلا مزرعه داشت کار میکرد مغزش اونقدر روی که فعالیت مغزی بسیار لازم داشت اونقدر فعال نبود یعنی بیشتر به خاطر تغییر محیط که انسان مغزش رو فعال تره آیکش یعنی وقتی که به دنیا میاییم انسانی که امروز به دنیا میاد از همون انسان نوزاد آیکش آی خیلی فرقی نداره با انسان مثلا 500 سال پیش یا هزار سال پیش ولی چون تو محیطی قرار داره که مغزش بیشتر فعاله یعنی کارهایی که ما امروز میکنیم تو زندگی روزمره حتی تفریح هایی که داریم که تو زندگی روزمره یا محاسب هایی که باید بکنیم تو زندگی روزمره مغزمون رو به شکل فعال کرده که آیکمون به شدت بزرگتر بیشتر خواهد بود از انسان مثلا 500... میانگین آیکیم امروزه از 500 سال پیش و هزار سال پیش بسیار بالاتر میفهمیم متوجه میشیم چی میگم رابین جان؟ البته این نکته که میخوام بگم یعنی مثلا چیز مثلا ما هر چی جلوتر بینیم مثلا میخوایم تایلاین مثلا مثال بزنم تایلاین تایلاین ما کشور چین هم بخوایم ببینیم یعنی هر چی بالاتر بریم موضوع مردم بهتر میشه بله به نظر اینجوری میرسه که فعلا یعنی حتی با اینکه بعضی بعضی سالها خیلی بل هست بله اگه اگه زوم بکنید مثلا, ام... مثلا یک د... از همه جوابو من میگم یه زوم بکنی توی 10 سال یا 5 سال ممکنه بعضی موقعها شرایط پیدا بکنی که وضعیت بدتر شده ولی وقتی که زوم ات میکنی کل تاریخو نگاه میکنی هر صد سال از صد سال قبلیش تا حالا بهتر بوده و و سرعت پیش بله و سرعت این پیشرفت را... بل... پیش داره بیشتر میشه سلسله بیاد که سلسله بدی باشه بله احتمال داره ولی حتی وقتی جنگ جهانی دوم هم شد که همه فکر کردن که دنیا دیگه داره تموم میشه همیشه هم خراب همه چی یعنی حتی جنگ جهانی دوم هم اون اون صد ساله ای که جنگ جهانی دوم هم اتفاق افتاد حتی با, با اینکه جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد میانگین وضعیت همه از صد سال گذشتهش بهتر بود یعنی حتی با اون فاجعه ای که اتفاق افتاد یعنی هر هیچ صد سالی ما نداریم که از صد سال گذشتهش بهتر نباشه باید یه, فا... یه باید اتفاق بیفته که مثلا چه میدونم یه شهابی چیزی بخوره به زمین یا یه اتفاق خیلی عجب غریبی باید بیفته که این که این پیشرفت رو نکنیم ولی بی... نه تنها پیشرفته هر صد سال پیشرفته زیادی کردیم از سال گذشتهش این سرعت پیشرفت هم داره شتاب میگیره ام... و ما الان داریم پیشرفتی که تو هر ده سال داریم میکنیم از پیشرفتی که تو هزار سال قبلا میکردیم بیشتره خب این آینده, اینده, رشته اینده, بش... بش... اینده بشریت خیلی سنما... به نظر خوب میاد بگو بگو مثلا ما ببینیم آره باستانشناسی کنیم ببینیم یه صد سال گذشته یه صد سال یه سلسله اومده که م. اون سلسله مثلا از سلسله هزار سال پیش خیلی بدتر کجا تو یه کشور من در همه دنیا صحبت میکنم چیزی که تو صحبت میکنی در یک کشوره یک منطقه است من همه دنیا رو دن خب مگه این سلسله همه دنیا رو که نگرفته که من میگم حتی یه جا هم یه مقدار مثلا یه سلسله رفته باشه پایین همه دنیا همش داره بهتر میشه فعلا که مثلا این بوده فعلا که فعلا که اینجوری بوده من نمیگم که حتما اینجوری خوا... چون اینجوری بوده حتما اینجوری میشه خب ولی تو ده هزار سال گذشته <تص> ام... نه الا بگیم تو چهار هزار سال گذشته ما همش پیشرفت دیدیم الان هم دیگه پیشرفتمون داره به شدتی شتاب شدت میگیره که اصلا اصلا باور نکردنیه یعنی ما فکر کنم 500 سال دیگه دیگه شبیه خدا میشیم بش... آینده بشریت نه خیلی خوب به نظر میرسه یه چیز دیگه که در بارد دینداریه مثلا, مثلا اگه چند بیشتر مسیحی یا مسیحی نباشن به معنای واقعی کلمه چون دونه 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 بدونه که یه آیه جا بزنه انجیل رو رایه نکنه دونه دونه خب بس, بس به تعریف این تعریف تعریف, تعریف... که چی باشه که مسیحی کیه اگه مسیحی دونه, کسی دونه باشه، همه آیای انجیل آیا رد کنه خب پس نه یه دونه مسیحی هم پس ما نداریم تو دنیا اینجوری اگه تعریف این باشه ببین اگه تعریف مسیحی این تعریف با تعریف خود مسیحی ها فرق داره میبازم شده تکفیر... تکفیری شده نامه ببین اگه تعریفت از مسیحی کسیه که همه قوانین مسیحی رو رعایت بکنه خب ما یه دونه مسیحی نداریم و خود مسیحیت مسیحی کسی که مسیحی هست و اینجوری تعریف نمیکنه اگه تعریفت از مسیحیت ببین خود مسیحیت میگه همه گناهکارن هم. خود مسیحیت میگه همه گناهکارن هم. به غیر از خود مسیح تعریف کی خود انجیل نه درسته کسی باشه که همون تعریف که انجیل نمشت. ببین مس... تو دین مسیحیت خب تو دین مسیحیتی که ما امروز داریم خب کسی که مسیح مسیحو به عنوان خدا و به عنوان کسی که ما را نجات میده از گناهانمون قبول بکنی حتی اگه گناهکارم باشی تو مسیحی هستی تو اگه اینو قبول کنی خب تو اگه مسیح اگه فکر کنی مثلا مسیح خدا است پسر خدا و هر کدومش باشه خب یه چیز دیوین باشه تو مسیحی هستی تو نمیتونی بگی با هر کسی که تمام قوانین مسیحیت رو را رعایت میکنه با اون مسیحیه خود مسیحیت داره میگه همه گناهکارن خود مسیحیت داره میگه هیچ کسی وجود نداره که بتونه همه این قوانین رو بکنه همه گناهکارن پس تو... قب... یعنی خودشون هم اینجوری تعریف نمیکنه اسلام هم اینجوری تعریف نمیکنه خود اسلام هم میگه همه مسلمان ها یه مقدار گناه کردن یه مقدار ما باید بریم جهنم فقط سونیا میگن فقط محمد گناه نکرده البته پیغمبر ها هم فکر کنم میگن شیعه ها میگن که همه پیغمبر ها و اماما و فاطمه کسی دیگه هم اینو زبون یه فرد اسمش چی بود ایمان سلیمانی فکر کنم مریم هم میگن یه آیه بگو بگو مثلا میگفت یه آقا که دارم میگم یه نفر میگفت یه آیه تو قرآن هست میگه شما نمیتونید یه بخشی از قرآن رو قبول کنید یه بخشی رو قبول نکنید خود قرآن هم اینو گفته مثلا مثلا بخویم تعریف <applause> اصلش بگیریم شاید مثلا بیشتر مسلمان مسلمان نیستن چون بعد کامل رعایت کنه خب ببین اینکه قرآن گفته باید رایت بکنین معنیش این نیست که اگر رایت نکردین دیگه مسلمون نیستین اگه رایت نکردین میگه باید رایت بکنین اگر رایت نکردین میشه یک مسلمونی که گناه کرده نه اینکه کارت مسلمون ب... کارت مسلمونی تو رو نمیان ازتون بگیره مسلمون میمونی ولی گناه کردی گناهکاری گناه, گناه کردن تو اسلام معنیش نیست که دیگه مسلمون نیستی این خیلی چیز راحتیه من نمیدونم چرا همه با این مشکل دارن هیچ تعریفی تو اسلام بگر از خوارج هیچ تعریفی نه مسلمان ها نه غیر مسلمان ها هیچ تعریفی برای اسلام وجود نداره که شما اگه تو اسلام گناه بکنی دیگه مسلمان نیستی فقط خوارج بودن اینجوری فکر کرده. نه برد. شیعه ها اینجوری فکر دیگه هر فرق آخری دین موجود جهان چیه؟ ام بستگی به دسترسی به قدرتشون داره میشه اسلام اگه بر اساس کتاباشون بگی میشه اسلام اگه خط به ببین اگه بستگی به دسترسی به قدرت میگی خب اینکه این که سیاست مداران مسیحی آمریکایی به خاطر قدرتی که دارن توی همه جهان این تغییرات اقلیمی رو دست کم میگیرن این تأثیری که برای کره زمین داره ممکنه هزینهش از همه چی بیشتر باشه این چیه؟ یعنی رپابلیکن های و این که مثلا سیاست های خارجیشون بر اساس این باشه که مسیح رو برگردونه بخاطر این که نمیگم مسیحیت به بدی اسلام نیست ولی چون آمریکا یک ابرقدرته حتی اگه یک دینی که با... کمتر از با... اسلام بد باشه تاثیر منفی رو که روی سیاست های مثلا آمریکا میذاره تاثیر رو که این رو جهان میذاره ممکنه هزینش بیشتر باشه میدونی منظورم شه؟ یعنی ببین مثلا اگه ابر یه سیلوی به اسم سرگزش ندیمه راجع به این میگن نمیدونم مسیحی ها آمدن کل آمریکا رو گرفتن اها اها نه به مسیحیت همون تأثیری هم که داره رو سیاست آمریکا چون آمریکایی ابرقدرت و تأثیری که رو همه جهان, جهان میذاره ممکن این تاثیرش بزرگ بیشتر باشه از یه دینی که حتی مزرتر باشه ولی کشوری... کشور کشور ابرقدرت دینش این نباشه یعنی مثلا فرض کنه اگه ابرقدرت جهانی مثلا کشور اسلامی بود که این دیگه فاجعه میشد خب اه... ولی خب من دیگه جواب اینو دادم من برم سراغ سینا و میلاد بعدم برگردیم به نیلوفر باشه از بحث به شما لذت بردم خدا حافظ مرسی رابین جان منم لذت بردم فعلا